بدهترین بازیگران زن کشورمون و همچنین بکنترین بازیگران مرد کشورمون حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناری جا لایک و کامنت رو فراموش نکنید. در بین بازیگران زن و مرد کشورمون هستن بازیگرانی که به دبستونهای خاص خودشونو دارن و علاوه بر هنرمند بودنشون توی زمینه شاخ بودنم خیلی هنرمند هستن که در ادامه این ویدیو میپردازیم به معرفی هنرمندان و بازیگرانی که خیلی سر و گوششون میجنبه و روابط متعددی دارن. بازیگر مشهور و جنجالی و البته چند شلواره کشورمون که البته مجرده ولی خب ماشاءالله فعالیتش حسابی زیاده و پرکاره در زمینه روابط با زنان و دختران جوان. گفته شده محمد رضا گلزار علاقه خاصی به دختران 18 تا 20 ساله داره و در برجی که زندگی میکنه این دختران 18 تا 20 ساله رو دعوت میکنه که بیان به خونش و باهاشون عشق و حال کنه. گفته شده رضا گلزار وقتی این دختران رو دعوت میکنه ازشون میخواد که شورت قرمز بپوشن. ظاهرا رضا گلزار علاقه شدیدی به شورت قرمز خانوم هایی داره که باهاشون روابط متعدد داره. گفته شده که رضا گلزار با ترلان پروانه هم رابطه داشته و حتی ترلان رو حامله کرده بوده و وقتی که متوجه میشه که ترلان حامله است اون رو وادار میکنه که بچهش رو سخت کنه و بعد هم بین این دوتا شکراب میشه و دیگه کات میکنن. جالبه بدونی که رضا گلزار یکی از بکنترین بازیگران مرد سینمای کشورمونه. خب یکی از دلایل ازدواج نکردنش هم اینه که دوست داره با خانوم‌های متفاوت و متعددی عشق و حال بکنه، نه فقط با یک خانوم. اما مرد شماره دوی بکن سینما و تلویزیون کشورمون کسی نیست جز بهرام رادان. بهرام رادان هم بعد از رضا گلزار یکی از پرکارترین بازیگران مرد سینما و تلویزیونه که خب عاشق زنان و دخترانی هستش که هی با اونا رفت آمد میکنه و در واقع یه شب میخوابه و صبح بیدار میشه ردشون میکنه. آقای بهرام رادان هم مثل محمد رضا گلزار دوست نداره ازدواج کنه و دوست داره در واقع شبهای زیادی رو با خانومهای مختلفی سپری بکنه. اما در ادامه مرد شماره 3 سینما و تلویزیون کسی نیست جز رامبد جوان. آقای جوان یکم شرایطش خاصتر و بهتر از این دو نفر هست. رامبد جوان سعی میکنه اول زنان رو شیفته خودش کنه و یه چند ماهی باهاشون رفت آمد داشته باشه. بعدش هم اونا رو عقد میکنه و بعد از چند ماه زندگی یا یکی دو سال زندگی در عین اینکه در واقع با همسرش داره زندگی میکنه عاشق رفیق همسرش میشه و بعد دوباره میره با ایشون یه مدت رفت آمد پنهانی میکنه تا اینکه بله به همسرش میگه که من عاشق دوستت شدم و در واقع همسر قبلیش میره دوباره طلاق میگیره، میره دوست همسره رو میگیره و این جریان همچنان در زندگی آقای رامبد جوان ادامه داره و الانم جدیدن نمیدونم شنیدید یا نه گویا خانم نگار جواهریان با یکی از دوستای بازیگرش در واقع رفت آمد خانوادگی داشته که آقای رامبد جوان الان با ایشون ریختن رو همدیگه و نگار جواهریان غافل از روابط این دو نفر هستش و نزدیکان آقای جوان گفتن که ظاهرا میخواد نگار رو طلاق بده بره با دوست نگار ازدواج کنه. حالا دیگه الان این چهارمین پنجمین ازدواج آقای رامبد جوان هستش. امیدواریم همچنان آقای رامبد جوان پرکار باشه و بترکونه، ببینیم که چی کارا میکنه. حالا تو ازدواجه قبلیش که بچه اینا در کار نبود خدا رو شد، ولی نگار بنده خدا یک بچه هم از رامبد جوان داره. با آرزوی موفقیت بیشتر برای خانم نگار جواهریان و آقای رامبد جوان. اما مرد شماره 4 سینما و تلویزیون کسی نیست جز آقای مهران مدیری. مهران مدیری بنده خدا که الکی اسمش مرد هزار چهره در رفته فقط یک زن عقدی داشته
که البته زنهای بعدیش رو صیغه کرده بنده خدا و بعضا با بعضیشون هم اصلا صیغه یا عقد نکرده، فقط باشون همخونه بوده و باشون معاشرت داشته و یه وقتایی هم خب با همدیگه میخوابیدن و پا میشدن و به هر جهت عشق و حال میکردن و فقط از همه میپرسه عاشق شدی؟ اگه کسی بگه که نه دیگه وای به حالشه، چون هیچ کس جرأت نداره از مهران مدیری بپرسه که آقای مدیری شما چند دفعه عاشق شدی؟ گفته شده که مهران مدیری هم علاقه بسیاری به زنان جوان داره و به جز زن خودش یک زن صیغه‌ای داشته و در حال حاضرم الان با یکی از نزدیکان و همکاران خودش به نام خانم مونا داره زندگی میکنه و با ایشون همخونه است و قبلا هم با ایشون به فرانسه رفته بودن و عکسشون لو رفته بود. آقای مهران مدیری هم جزی از بازیگران مردی هستن که به شدت چشمانی هیز و ماشالله دلی گنده دارن برای خانوم ها و عشق ورزیدن به خانوم های متعدد. اما در بین خانم های بازیگر و بدترین بازیگران زن جوان سینما و تلویزیون کسی نیست جز خانم سحر قریشی. خانم سحر قریشی ماشالله مثل رضا گلزار و بهرام رادان که در واقع پرکارترین مردان سینما و تلویزیون بودن، ایشون یه تنه تنها ترین زن بازیگر جوان سینما و تلویزیون هستن که ایشون هم فعالیت‌های متعددی در زمینه عشق ورزیدن به مردان جوان و پولدار و لاکچری داشتند. خانم سحر زکریا ماشاءالله تا حالا چند بار ازدواج کرده، چند بار با چند تا از مردان مشهور کشورمون همخونه بوده و فقط کاری نمی‌کردن که شب با هم می‌خوابیدن و صبح از هم جدا می‌شدن. و خدا رو شکم بعد از اینکه شب با ایشون میخوابید و حالا چند تا سفر خارج از کشورم رفته بوده، صبح این آقایون پا میشدن میبینن که نه پولشون هست، نه طلاشون هست، نه اموالشون هست. خانم سحر زکریا ماشاءالله با خوانندگان و فوتبالیستا و بازیگرها روابط خیلی زیادی داشته که آخریش هم آقای مهدی طارمی بود که به گفته آقای مهدی طارمی سحر قریشی میلیاردها تومان پول مهدی رو بالا کشید و در نهایت اونو قال گذاشته. مهدی طارمی گفته بود که من عاشق سحر قریشی بودم و حتی باهاش دبی رفتم، با همدیگه گشتیم، رفتیم، اومدیم، خوردیم، خوابیدیم، ولی خب قرارمون این نبود که در واقع سحر بهش یه دستی زده بود. حالا بنده خدا مهدی که فقط یکیش بود. خانم سحر قریشی ماشاءالله با پولایی که از خوانندگان و بازیگران قبل از مهدی بالا کشیده بود، الان دیگه برای خودش یه سوپر وومنیه. اما در ادامه بازیگران زن بده زیادی هم هستن که خب جایز نبود اسم اونها رو در این ویدیو ببریم. انشالله در ویدیوهای بعدیمون راجع به این زنان و بازیگران جوان کشورمون هم بیشتر خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، اگر این ویدیوی ما رو دوست داشتید لطفا وارد یوتیوب بشید و وارد کانال ما یعنی کانال حاشیه تیوی پلاس بشید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریش و سابسکرایب رو فراموش نکنید و برامون کامنت بذارید راجع به بدهترین زنان بازیگر و همچنین بکنترین بازیگران مرد کشورمون و در نهایت لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لطفا لینک این ویدیو و کانال ما رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و با عضویت در کانال حاشیه تیوی پلاس جزو اولین نفرها از دنیای هنرمندان باشید. شب و روز بر شما خوش عزیزان، منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید.